تلویزیون حکومتی رژیم آخوندی برنامه‌ای تحت عنوان بررسی سخنان خامنه‌ای پیرامون برگزاری رفراندوم اجرا کرد و به راه انداخت و کارشناسای حکومتی در توجیه حرف‌های خامنه‌ای قطار شده بودند که خلاصه حرف‌ها رو قابل قبول بکنند. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون آقای حسین میرداماد تا به موضوع رفراندوم در رژیم آخوندی و بعد از اون طرف پاسخ خامنه‌ای که چرا نباید رفراندوم گذاشت بپردازیم و از اساس این رو بررسی کنیم، این ادعا را. آقای میرداماد سلام میکنم به شما، خوشحالم که با ما همراه هستید. منم خدمت شما و به همه بینندگان عزیز سیمای آزادی و هموطنان عزیز سلام میکنم. بسیار عالی. آقای میرداماد، رفراندوم در رژیم آخوندی، بذارید من یه تیکه رو از اینجا بخونم که اظهارات یکی از کارشناس‌های رژیم هستش، فؤاد ایزدی، که توی در واقع خبرگزاری دانشجو این رو مطرح کرده. بذارید این قطعه رو با هم ببینیم، اگه آماده پخش از اتاق فرمان خواهش کنم این قطعه رو با هم ببینیم بعد برمیگردیم. فرانسه الان هفته هاست بحث این تغییر سن بازنشستگی است. خب چرا رفراندوم نمی‌کنه؟ رفراندوم اگه چیز خوب نیست، آقای ماکرون شما که مدعی ما هستی تو کشور خودت رفراندوم بکن سر این مسئله که خیلی دعوا هم هست سرش، رفراندوم کن. چرا رفراندوم نمی کن؟ اینجا این تناقض کاملا وجود داره و این برخورد دوگانه کاملا وجود داره. این چیز جدیدی برای ما نیست، این نوع برخورد کشور غربی رو ما سال هست تجربه کرد. بله، این یک قطعه بود و از این موارد زیاد هست در تلویزیون رژیم، به خصوص بعد از اینکه بحث رفراندوم مطرح شد، بعد خامنه ای جوابش رو داد، یه تبدیل شد به یک گفتمانی. این جواب فؤاد ایزدی بود که خب اگر راست میگه ماکرون بیاد سر در واقع قانون افزایش سن بازنشستگی رفراندوم بذاره، پس اگر اون نمیذاره ما چرا سر حکومت رفراندوم بذاریم و یا نوع حکومت و یا آزادی هایی که تو حکومت باید باشه دلیل برای رفراندوم وجود نداره. فکر میکنید که این حرفایی که گفته میشه و یا این نوع گفتمانی که الان توی رژیم به راه افتاده یه وقت هست میتونه بشین سر خود موضوع این حرفایی که زده میشه، اصطلاحی که رژیمی ها میکنن صحبت کنید، یه وقت مثلا از اساس این حرف، این گفتمان، این مطرح کردن این در این دوران برای چی هستش؟ خب قبل از هر چیز سر این گفتمان و این نوع گفتمان سازی ها بسیار عالی، گفتمان سازی موافقم که این گفتمان سازیه، درسته. این نوع گفتمان سازی ها و پوشالی بودنش اجازه بدین یک کم باز کنیم بحث. اما در تو خود صحبت های این فردی که از کارشناس های باند خامنه ای و نزدیک هم هست به خود بیت خامنه ای به اصطلاح، اساسا مگه فرانسه همچین ادعایی کرده که رژیم بیاد رفراندوم بذاره؟ یک مغلطه، از نظر منطقی به این میگن مغلطه. وقتی یک کشوری گفته که مثلا تو بیا رفراندوم بذار، حالا تو خودت برو مثلا سر فلان، کسی چنین ادعایی نکرده، اصلا هیچ کشوری همچین درخواست نکرده. یک سری باندهای ریزشی رژیم و یک سری شاه پرستا و یک سری اصلاحاتچیا و این جریاناتی که در درون رژیمن و مدعی این هستند که میشه با کار مسالمت و کار بی هزینه و خشونت پرهیز و به اصطلاح مبارزه مدنی این رژیم رو تغییر داد یا تغییراتی در این رژیم ایجاد کرد. رفراندوم هم یکی از اون اهرم هاست. منتهای مراتب از اونجا که این نوع خواسته ها اولا برمیگرده مطرح شدن این قضیه به موقعیت خود خامنه ای. درسته. موقعیت خامنه ای طبیعیه که بعد از قیام شکوهمند و عظیم مردم ایران در از شهریور پارسال تا الان این موقعیتش به شدت متزلزل کرده. چون موقعیت خامنه ای تضعیف شده، یک سری در درون نظام جرأت میکنن که این چیزها رو مطرح کنن. درسته. مطرح کنن. و وقتی اینا رو مطرح میکنن در واقع از اونجا که پای مایه واقعی و مادی نداره. چرا؟ چون خامنه ای
سر ولی فقیه این رژیمه، سر این رژیمه. این رژیم هم در خود قانون اساسیش اصلا چارمیخ کرده که هر گونه تغییر و رفراندوم با اوکی خودش باشه. وقتی خودش اومد گفت که رفراندوم نداریم، تمام این برجی که اینا ساخته بودن از این به اصطلاح گفتمانی که شما اشاره کردین، گفتمان سازی، فرو ریخت. درسته. چون که اینا انتظار اینو داشتن از سرکرده دیکتاتوری ولایت فقیه که بیاد یه جایی یه آب باریکه بر اینا باز بکنه، به این امید که شاید تغییر ایجاد کنه. خودش هم ده ها بار گفته که اگه ما کوچکترین تغییری ایجاد بکنیم، درسته، در واقع راه میبره به تغییر تمام دستگاه رژیم. در خود قانون اساسی رژیم در واقع اصل 177 و فصل 14 همش خیلی تاکید داره که رفراندوم بالاخره در مجموعه این شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجلس رژیم و همه اینا در مجموع که همش هم دیر دست خودش و با فیلترینگ خودش همه چی عبور میکنه، نهایتا خودش از پیشنهاد میاره تو مجلس که مثلا یه چیزی رفراندوم کنی. حالا خودش با صراحت داره میگه نه، پس تو بعد قانون رو اگه دنبال قانون در این رژیم هستی، قانون این رژیم ضد بشریه، قانون این رژیم ضد حاکمیت مردمه. بذارید فرض کنیم که این گفتمان همین در واقع گفتمان رفراندوم مطرح هستش، در موردش صحبت میشه. آیا چنین گفتمانی باعث یه میزانی هر چقدر تضعیف حکومت نمیشه، باعث شکاف در حکومت نمیشه؟ بگیم که خب یه سری هم با این گفتمان این رژیم رو تضعیف میکنن، خب هر چیزی این حکومت رو تضعیف بکنه قطعا به نفع مردمه. در رابطه با این استدلال یا این در واقع نوع نگاه به این مسئله چطور میشه؟ نظر شما چیه؟ شما چی میگید؟ خیلی سوال خوبی کردی فرزان. ببین، یک پاراگراف فلاشبک میزنم به یه بحث تاریخی. ببین، ما میگیم مبارزه علمه، همینطوری نمیشه که مثلا یکی را بیفته وسط میدون بگه مثلا من اهل مبارزم. اینو داشته باشیم، این ما رو همه کشورهای دنیا هست، فقط مال ایران هم نیست. در ایران مختصات رژیم آخوندی و خود خمینی یه طوری بوده که هر کسی به قول امروزی ها آپدیت نکرده خودشو، به روز نکرده خودشو در برابر تحلیل این رژیم، وارفته. از سی خورد تا از بعد از اومدن خمینی تا سی خورداد هر چی امکان مسالمت بوده، هر چی بوده، ذرات اپسیلونی هم اگر بوده که این رژیم امکانی میداده که فضای باز سیاسی و تغییری در این رژیم وجود داشته باشه، مجاهدین رفتن. تاریخچه این دوران هست. از اون پس به بعد امکانی نبوده. الان 42 ساله داره میگذره، نزدیک 43 سالی مثال داره میشیم سی خرداد. خب از اون روز تا حالا ببینید چه اتفاقاتی افتاده. یه سری دنبال استحاله رژیم بودن، میانه در رژیم بودن، اصلاحات در رژیم بودن، نمیدونم گفتگوی تمدنها در رژیم بودن، گفتگوی انتقادآمیز بودن، مهار رژیم، هیچ کدوم از اینها پاسخگوی این رژیم نیست. اصلا تحلیل این رژیم نیست، این رژیم نمیتونه تعریف کنه. ببین، این رژیم در آن واحد هم دخترها رو مسموم میکنه، هم اشک تمساح میریزه خامنه‌ای برای دخترها که بله دخترها این جنایت بعد بهش رسیدگی بشه، کسی هم دستگیر نمیشه، هم اشک تمساح میریزه برای مستضعفین، هم حقوق کارگر ایرانی یک سیوم، یک چهلوم حقوق کارگر دنیاست تا کشور پیشرفته، حتی از کشورهای همسایه خودمون 4-5 برابر کمتره. فقر در جامعه ایران بالای 80%. اشک تمساح، بعد خود خامنه ای و تمام دار دستش و بیتش و نهادهای اقتصادی که زیر دستشن بالای 1,000 میلیارد دلار سرمایه دارن. از یه طرف مدعی این هستش که این مردمی که اومدن تو خیابون تظاهرات کردن، اینا اغتشاش کردن اینا. از یه طرف خودش مدعیه که نزدیک 100,000 نفر رو دستگیر کردن، 750 نفر رو شهید کردن. چطوری میشه اینا؟
یعنی در عین اینکه جنایتو میکنه دجالگری میکنه، خودشو وانمود میکنه که چیه؟ وانمود میکنه طرف اون ضعیف هست. شما ببینید در قتل عام سال 67 30,000 نفر رو کشت، منتظری نیمد پای این قضیه، بالاخره منتظری کنار گذاشت، جانشین خامنه ای بود، جانشین خمینی بود، جانشین ولی فقیه بود، اینو کنار گذاشت به خاطر اعتراض به همون اون 30,000 تا قتل عامی که صورت گرفت، از مجاهدین بودن اغلبشون. میگه چی؟ کسایی که زندان بودن دستشون بسته بود، اینا رو رفته قتل عام کرده، جانشینش استعفا داده یا کنارش گذاشتن، میگه که جای جلاد و قربانی رو عوض نکنید، یعنی رژیم قربانی اونایی که اعدام شدن جلادن، اونایی که تو زندان بودن. ببینید اصلا گفتمان با این رژیم بجز گفتمان آتش بجز گفتمان قهر جواب نداده، جواب نداده. این علمیه. بذارید یه سوال دیگه بکنم تو همینجا. الان شما به موضوع تاریخی اشاره میکنید و نمونه هایی رو برشون بردید که میگین این راه آزمایش شده، یعنی تلاش برای گفتمان با این رژیم آزمایش شده، انواع اقسام گفتمان ها از رفراندوم گرفته تا هر چی دیگه، و میگید جواب نداره. پس بذارید این سوال رو بکنم حالا از اون طرف. کسانی که یک اونجوری که شما میگید یک راه حل غیر واقعی رو مطرح میکنند، چرا این کار رو میکنند؟ آیا این ناخواسته است یا این ندونسته است؟ خب هر کسی میتونه دوچار اشکال بشه یا اشتباهی بشه. اگر چنین گفتمانی که غیر واقعی است یک راه حل غیر واقعی مطرح میشه، برای چیست؟ خب این اینا دنبال منافع خودشونن. ببینید بخش عمده ای از این گفتمان ها از خود وزارت اطلاعات در میاد، اصلا گفتمان سازی میکنن برای اینکه جلوی قیام رو بگیرن. در دوران ما به اینا میگفتن سوپاپ اطمینان، در دوره شاه. الان اسمش گفتن یه نوع مدل های گفتمان سازی. خب مثلا یه مدتی جماعتی رو با خودشون ببرن که از اون مسیر منحرف بشن، اینها منافع دارن. ولی از اونجا که مبارزه یک جریان سرسخت قانونمند هستش عمل میکنه. شما ببینید همین مجاهدین رو نگاه کنید، بیشترین ضربه رو از این رژیم خواهد. همین الان خبری که ستاد اجتماعی مجاهدین داد، 3,626 نفر از اعضای کانونها و هواداران مجاهدین دستگیر شدن توی این قیام، بیشترین ضربه رو خورده، بیشترین قیمت هم داده. خب در حالی که عملیات کانونهای شورشیش هر روز بیشتر میشه، چون راه پا داره تو اجتماع، جامعه پاسخ مثبت میده به این خط و معشی. از اون طرف اونایی که بی هزینن، اونایی که مثلا مسالمت آمیز رو تبلیغ میکنن، مثل همین بچه شاه و همه تلویزیون ها و رسانه هایی که دوم و دنبال چش هستن و از این چیز میکنن، یک ماه نمیتونن یک شورایی رو برای خودشون جمع کنن، میپاشن. چرا؟ چون واقعی نیستن. ولی واقعا دو ماه شد. آره دو ماه، یه ماه به دو ماه دو ماه شد. آره اینا نمیتونن. چرا؟ چون در جامعه پا در واقعیت ندارن. بخش مهمشون از اونه که دورور اینا هستن همون ریزشی های رژیم هن که من بهشون میگم چینشی های اطلاعات، دورورشون چیدن. بخششون هم دنبال همین منافع خودشون هستن که برن بلکه در کنار رژیم یک جای بهشون بدن. بعد پیام میدن برای سپاه پاسداران. خب اگه این سپاه پاسداران و اون دم و دستگاه نیروی سرکوبگر انتظامی و بسیج و امثال اینا، خب چون چیزی تو دستشون نیست به اونا میچسبن. در حالی که گفتمان درست، استراتژی درست، خط درست در جامعه راه باز میکنه، راهشو پیدا میکنه. جوانای جامعه ایران دنبال تغییرن. شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر حکومت آخوندی، حکومت آخوندی نمیخوایم که مال جدید نیست. اونی که قیمتشو از اول داده و پاش وایساده و الان هم هست، تا آخر این قضیه در واقع راهشو پیش میبره. بنابراین این سوالی که شما کردید در مورد دیگه اینها ممکنه از به اصطلاح این بخوان یه تغییر ایجاد کنن، این اصلا
بالکل ذهنیه، بالکل اوهامه. اگه در صادقانه ترین وجهش بخوایم جواب بدیم، یک سوال آخر و سوال کوتاه آقای میرداماد، وقتی که چنین گفتمانهایی به قول شما گفتمان سازی میشه و مطرح میشه، برخورد درست منظورم برای اون کسی که در واقع به دنبال آزادی و یک حاکمیت مردمی تو ایران هست و در واقع مشش براندازی هستش، برخورد درست با این گفتمان ها و این کارهایی که انجام میشه چیه به نظر شما؟ البته کوتاه بگین چون وقت کمه متاسف. طبعا گام اول افشای اینها هست، افشای اینها و روشن کردن و اینکه این جریانات دستشون تو دست رژیمه، همون رژیمی که سپاه نیروی انتظامی میاد اتوبوس میاره جلوی مجلس آدمشو پیاده میکنه، شعار رضا شاه روحت شاد بده، الان اومده دنبال پسر شاه و بچه شاه و این ساواکیان که اینا رو چیز کنن. خب دورور اینا رو یه نگاهی بکنی، کیان اینا، چیان اینا، سابقه شون چیه؟ اتفاقا سوال خوبی کردی، من چون وقت کم است فقط یک چیز جمله کوتاه میگم. درست در شرایطی که انقلاب ایران پیروز شده بود، انقلاب ضد سلطنتی، همین این اراذل و اوباش که دور خمینی بودن اومده بودن، یک کدی مجاهدین داشتن، میگفتن بپرسید سوابق اینا چیه؟ درسته. اینا که اومدن سر کار الان هستن. میموندن توش. چون سابقه ای نداشتن. آخه از کجا اومدی تو یه دفعه شدی وزیر، وکیل و همه کاره مملکت؟ ولی خب اون موقع تعادل بین مقاومت و خمینی خب خیلی فاصله بود. خیلی. الان ولی اونطور نیست. اینا امکان در واقع رشد و نمو ندارن به دلیل گسترش این مقاومت، به خصوص در داخل ایران، ده ها برابر اونچه که در خارج از ایران هست و همچنین در خارج ایران. آقای میرداماد ممنونم برای فرصتی که ما دادیم برای این گفتگو و توضیحاتتون. خیلی ممنون، متشکرم از شما که وقتی به من دادید. موفق باشید.